عرض ادب دارم خدمتتون آقای دکتر. همونطور که حالا مستحضر هستید، مسئولان دولت از ابتدای شروع به کار دولت بحث شروع ساخت 2.5 میلیون مسکن رو مطرح کردن. می‌خواستم بدونم که چه تعداد واحد مسکن تا به الان به مردم تحویل داده شده و چند نفر از مردم در این دولت صاحب خانه شدن. من فقط یه فقره به شما اشاره می‌کنم در راستای پاسخ سوال شما. خب موارد متعدد هست، چه حوزه زمین هست، چه حوزه خودمالکی هست، چه حوزه احیای بافت فرسوده است، مسکن روستایی هست، انبوه سازی هست، موارد متعدد هست، تفسیرش رو میتونید از وزارت راه بگیرید. من فقط یه فقره به شما اشاره میکنم. در حوزه مسکن مهر که مربوط به طرح و پروژه های حداقل 12 13 سال پیش به قبل بوده و جز موارد مثل همین نهضت تکمیل نیمه تمام ها بوده که روی زمین مانده، ما حدود 240 هزار واحد باقی مانده داشتیم که تکمیل نشد. ببین دقت کنید، مسکن مهر مدلش این گونه است، منابع بودجه عمومی دولت ندارد، یعنی بودجه نداری برای تکمیل مسکن مهر، چون متعلق به افرادیه که اون 13 سال پیش ثبت نام کردن. این یک. دو، آورده اون شخص هم 13 سال پیش داده شده، یعنی تا سقف 13 سال پیش، خیلی ها قبل از اون شروع شده، من دارم به آخر مثلا دوره اجراش اشاره میکنم. منابع بخش خصوصی هم داده شده، یعنی منابع جدیدی نه دولتی نه خصوصی وجود نداره. 240 هزار واحد مسکن مونده باید تکمیل بشه. همین یک فقره فقط که نه منابع دولتی نه منابع خصوصی وجود داره، مستهلک شده طرح یا پروژه، هزینه مضاعفی میبره، انرژی مضاعفی میطلبه، خیلی وقتا زیرساخت ها باید تکمیل بشه. از این 240 هزار بیش از 130 هزار واحد تکمیل شده و تحویل مردم شده الحمدلله. بقیه واحد ها انشالله در دولت تکمیل خواهد شد و تحویل مردم خواهد شد. در حوزه های مختلف مشابه همین، مثلا 250 هزار واحد فقط مسکن حوزه نیروهای مسلح هست، 723 هزار واحد انبوه سازی به ویژه در شهرهای جدید در حال ساخت و ساز هست. آمار تفکیکی و تفسیریش رو میتونید از وزارت راه دریافت بکنید.